خب عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد WPW یا Wolff Parkinson White باهاتون صحبت کنم. WPW یه سندرومی هست که در واقع به شکل مادرزادی وجود داره، یعنی اینکه از ابتدای تولد توی ماها وجود داره، اما معمولا تو سنین در واقع 20 تا 30 سال یا 30 تا 40 سال خودشو نشون میده، معمولا بعد از تغییرات در واقع فیزیکی قلب، شکل قلب و سایز قلب که تغییر میکنه، یا یه تغییراتی مثل در واقع بارداری، مثل خدمت رو عرض بکنیم که ورزش های سنگین، یک چنین مواردی که قلب یک تغییرات فیزیکی و ساختاری نسبی انجام بده، این WPW خودش نشون میده. حالا به چه شکل هست WPW؟ در واقع WPW یک راه فرعی هست که یکی از معروفترین اونها باندل کند هست که میاد در واقع از کنار قلب، یعنی در واقع از محلی غیر از محل گره SA و AV عبور میکنه. نگاه کنید دوستان، گره AV گرهی هست که در واقع دهلیزها رو به بطنها ارتباط میده، یعنی ایمپالس های ما فقط از گره AV از دهلیز به بطن میرن، ولی وقتی که بیمار دچار در واقع سندروم WPW باشه یا Wolff Parkinson وایت باشه، در واقع میاد چه اتفاقی میافته؟ میاد یک راه فرعی، حالا نزدیکی به گره AV یا دور از گره AV ایجاد میشه که ایمپالس به جای اینکه از SA به گره AV بره و به بطن بره، میاد از SA به اون باندل کنت یا به اون راه فرعی وارد میشه و از اونجا وارد بطن میشه، و از اونجایی که این راه فرعی قاعده و قانونی نداره، یعنی هر ایمپالسی رو که از بالا بیاد از خودش عبور میده، در نتیجه خطرناک است. چرا؟ چون ما تو گره AV همیشه قاعده و قانونی داشتیم، مخصوصا از لحاظ تعداد عبور ایمپالس ها، یعنی اینکه ایمپالس ها معمولا از 180 تا 200 تا بیشتر میشدن، گره AV اجازه عبور نمیداد. اما توی در واقع WPW و تو اون ناحیه باندل کنت دیگه ما این قاعده رو نداریم، اگه 400 تا ریت از اون بالا بیاد همشون از گره در واقع این از این باندل کنت عبور میکنن و وارد بطن میشن و بطن ما رو دچار اختلال میکنن. از این جهت هست که در واقع کار خطرناک هست. سندروم WPW دوستان همطور که خدمتتون گفتم تو سنین ابتدای جوانی 20 تا 30 سالگی یا 30 تا 40 سالگی بیشتر خودش رو نشون میده، مخصوصا تو خانم ها. خیلی از خانم ها هستن برای در واقع یک سال، دو سال، سه سال دچار تپش قلب های ناگهانی بدون دلیل میشن، یعنی میگن ما خیلی استرس خاصی نداشتیم، فشار خاصی هم نداشتیم، اما ناگهان دچار تپش قلب های شدید میشیدیم که حتی کار به بیمارستان میکشید. تو این موارد معمولا ما باید شک به در واقع WPW بکنیم، وقتی که این به شکل دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه هی داره تکرار میشه و ممکنه خدای نکرده گاهگداری وقتی به بیمارستان میره حالش هم خیلی بد باشه و نیاز به شوک هم داشته باشه. WPW دوستان، در واقع من همیشه یک مثالی برای دانشجوها میزنم، اون هست که شبیه یکی از اشعار مولوی هست که حدوداً 700-800 سال پیش مولانا توی یکی از اشعارش گفته: تو را بر در نشاند او به طراری که می آیم، تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد. در واقع قلب اینجا دو در دارد، به جای یک در که همون گره AV باشه، دو تا در داره، یعنی هم گره AV داره و هم در واقع باندل کنت یا اون راه فرعی داره، که این باندل فرعی معمولاً عمل کردش قوی تر هست یا فعالتر هست، و اونجایی که مولوی میگه تو را بر در نشاند او به طراری که می آیم، میگه ادامش میگه تو منشین منتظر بر در، به گره AV میگه منتظر نباش بر در که آن خانه دو در دارد، یعنی یه در اضافه داره، اون در اضافه همون باندل کنت هست که این پالس علاقمنده از گره SA به باندل کنت بره، به جای اینکه از گره SA به گره AV بره، و خدمت تو عرض بکنم مشکل ایجاد میکنه، چون مکسی در باندل کنت یا همون راه فرعی وجود نداره، فاصله پیار اینتروال ما خیلی کوتاه میشه. همین تو همین تصویر هم اگه دقت بکنید، فاصله پیار اینتروال ما خیلی کوتاه است. پیار اینتروال نرمال 12 صدم تا 2 دهم هست، ولی این کمتر از 12 صدم یا 3 تا خونه هست. WPW پس یکی از علائمش پیار اینتروال
کوتاه است. علامت بعدی که ما توی در واقع WPW داریم موجی است به اسم موج دلتا. دوستان همین در واقع باندل کند که در واقع امواج رو عبور میده، از این کنار چون عبور میکنه، این عبور از این کنار یا لترال در واقع قلب سبب بروز یک موجی میشه که بهش میگیم موج دلتا، که در اول QRS خودشو نشون میده به شکل یک خمیدگی. میبینید تو این تصویر به شکل خمیدگی تو نوار واقعی هم اگه شما ببینید، معمولا تو بعضی امواج تو همین تصویر تو لیدی یک اگه شما دقت بکنید یک موج اضافه اینجا شما میبینید. به این موج اضافه میگیم موج دلتا که همراه با پیار اینتروال کوتاه. تو این تصویر هم شما پیار اینتروال کوتاه رو میبینید، نگاه کنید موج پی کاملا چسبیده به QRS است، یعنی فاصله پیار اینتروال کمتر از 3 تا خونه یا کمتر از 12 صدم هست. پس پیار اینتروال کوتاه و موج دلتا نشان دهنده در واقع WPW هست. یا تو تصویر دیگه هم که میتونم بهتون نشون بدم، مثلا اینجا ببینید دوستان موج پی کاملا چسبیده به QRS هست و یک موج اضافه ای که بهش میگیم موج دلتا هم اینجا دیده میشه، هم اینجا تو لید 2 دیده میشه، هم اینجا تو لید در واقع V4 دیده میشه. دقت بکنید اینها موج در واقع حتی تو لید 5 خیلی بهتر دیده میشه. به این موج اضافه میگیم موج دلتا. موج دلتا در واقع موجی هست که ناشی از عبور ایمپالس از دهلیز به باندل کنت و عبور از یک در واقع راه غیر نرمال تو بطن ایجاد میشه. ما معمولا تو بطن راه های غیر نرمال در واقع به وجود میان، QRS با یا واید میشه یا شکلش تغییر میکنه. در WPW یا ولف پارکینسون وایت یا گرگ سفید لرزان ما در واقع یک موج اضافه در ابتدای QRS همراه با یک پیار اینتروال کوتاه در واقع نوار قلب تو چند تا از لیدها خواهیم داشت. تو این بیماران دوستان ممکنه ما یک حالت دیگر رو هم ببینیم. در واقع گاهکداری بعضی بیمارا دچار سندروم LGL هستن. LGL یا سندروم لنونگنگ در واقع سندرومی هست که شما پیار اینتروال کوتاه رو دارید ولی در واقع موج دلتا رو ندارید. خب پس اگر در واقع LGL سندروم LGL همون سندروم WPW هست که موج دلتا نداره، فقط پیار اینترول کوتاه داره. این از این نکته. در مورد درمانش دوستان ما فقط یادمون باشه بیماری که میاد تو بخش حالا اورژانس یا هر جایی به شکل اورژانسی میاد و شک به در واقع WPW داریم یا نوارهای قبلیشو که دیدیم WPW داره، یا اینکه بیمار میگه من تو چند ماه اخیر دائما به خاطر تپش قلب مراجعه میکنم، میتونیم شک به WPW کنیم. که تو چنین شرایطی ما معمولا داروهای مثل آدنوزین و دیگوکسین به بیمار نمیزنیم. چرا؟ چون این داروها میان تشدید میکنن WPW رو، چون این داروها میان گره AV رو بلاک میکنن و ایمپالس بیشتری در واقع از اون باندل کنت عبور میکنه. پس یادمون باشه اگه دارید به بیماری که تاکیکاردی داره و دیگوکسین میزنید و میبینید تاکیکاردیش داره بدتر میشه، حدس بزنید که این بیمار دچار WPW هست. تو چنین شرایطی ما معمولا از داروهای قوی تری استفاده میکنیم، مثل داروهای مثل فلوکاینامید، هرچند که یا پروپافنون یا پروکاینامید، حتی این داروها البته داروهای خیلی قوی هستند در مبحث آنتی آریتمی ها و ممکنه باعث بلوک های شدیدی بشن و خیلی معمول نیست، خیلی مرسوم نیست که ما اینها را استفاده کنیم. اگر بیمار حالش بد باشه، اگر بیمار در واقع هموداینامیکش آن استیبل باشه، ما معمولا به این بیماران شوک میدیم، شوک در واقع هماهنگ کاردیوورژن میدیم که بیمار رو به حالت استیبل در بیاریم. بعدش این بیمارا رو میبرن کت لب، اینها رو در واقع EPS میکنن، الکتروفیزیولوژیک استادی میکنن، نقشه برداری الکتریکی میکنن از قلب و میبینن کجا هست که در واقع باندل کند هست یا WPW عاملش دقیقاً تو کدوم ناحیه هست و اون ناحیه رو ابلیت میکنن، ابلیشن انجام میدن، یعنی اینکه اون ناحیه رو اصطلاحاً میسوزونن یا میبندن، بلاک میکنن تا این پالس دیگه به جای اینکه از اون باندل کنت عبور کنه از گره AV عبور کنه و راه نرمال خودشو در پیش بگیره. تو حالت عادی WPW مشکل خاصی ایجاد معمولا نمی کنه، یعنی وجود موج دلتا مشکل خاصی رو ایجاد نمی کنه. تو این تصویرم یک موج دلتای دیگه بهتون نشون بدم. ببینید دوستان موج پی کاملا چسبیده به QRS هست و باندل و در واقع موج دلتا رو شما کاملا تو این ابتدای
خمیده در واقع QRS شما اینجا میبینید، تو V5 هم شما اینجا کاملا میبینید، تو V6 هم میبینید دوستان. داشتم عرض میکردم خدمتتون که در واقع WPW رو دوستان تو حالت عادی برای ما مشکل ایجاد نمیکنه، فقط زمانی مشکل خیلی خطرناکی داره که یک اتفاق در واقع تندی یا کریتیکالیتون بالا، یعنی تو دهلیز رخ بده، مثلا بیمار شما AF کنه، مثلا بیمار شما PSVT کنه، تو چنین شرایطی که بیمار AF کنه PSVT کنه، یک تاکی آریتمی سنگینی توی دهلیز رخ بده، چون در واقع گفتم باندل کنت در واقع هیچ قاعده و قانونی نداره، تمام اون این پالس ها رو، حالا 200 تا 300 تا هست رو میفرسته داخل کجا؟ داخل بطن، و بطن ما رو ممکنه شبیه بیتک کنه و نارسا بکنه. برای همین در واقع ما بیشتر نگران حملات WPW هستیم تا اینکه خود WPW که حالا یک موج دلتایی داره و یک پیار اینتروال چسبیده داره، و باید معمولا یکی دو بار که بیمارستان مراجعه میکنه اون فرد، و اگر فهمیدیم سریع بیمار رو بفرستیم برای EPS و در ادامه ابلیشن که برای بیمار در واقع این مشکل به شکل دائمی حل بشه. هرچند که گفتم دارو درمانی هم انجام میدیم برای بیماران آدنوزین دیگوکسین که داروهای معمولی هستن تو تاکی آریتمی ها معمولا کنتراندیکه هستن، و داروهای قوی تری مثل فلوکاینامید و پروپافنون میدیم. هرچند که میگم این داروها هم خودشون عوارض جدی دارن و معمولا از شوک استفاده میکنیم برای استبل کردن این دسته از بیماران. خیلی ممنونم که به حرفای ما گوش دادید در رابطه با WPW، و امیدوارم که مفید واقع شده باشه برای